جلو این خایمال پروریه تو بعضی از آرتیزا هست که اونی که زیاد خایمالی میکنن اینا مثلا میرن رفاقت سلام به ستونای جنگ رفا آقا چه خبر شده قضیه این که ریاکشن کارا پول میگیرن درسته ای راسته دو تا ویدیو اومد بیرون از دو تا شخص مختلف که اومدن قسم خوردن نمیدونم ناله کردن ناله کن که گفتم اما پول نمیگیریم ما این داستانه آقا من امروز اومدم بزنم دست همشون با مدرکم هم اومدم نمیدونم شهرو بر الان اینجا تو خب بدم تفت بدم من توف تف توف کنم شعره بره. نه تفت بدم شعره بره اینجا واسه تفت بدم یا سوس شر رنگ اینجوری براتون توی مایتا به تفت بدم آدم با مدرک بهتون بگم چه خبره خب پس قبل اینکه بریم ادامه ای ویدیو شروع کنیم ویدیو روی خواهی شده تو بکنم خیلی ویدیو سوسکی اینکه کانال یوتیوب سابسکرایب کنید، حمایت کنید، عشقید به خدا قسم من کلی سورپرایز واسهتون دارم منتظر میذارم چنل بیاد بالا همه رو نمایی کنم که نمیاد بالا متاس. من اومدم بالا یه مدت رو دام. بی خیال دیگه این شرایط چی من دارم میگم؟ آقا بدونش معطلی سابسکرایب کنین زنگوله رو بزنین توی که ویدیو داره نگاه می‌کنه چه یه نفر چه دو نفری بیا پنج تا کامنت زیر این ویدیو بزن. عشق منی بریم سر ویدیو. اولیش بچه‌ها من کم کم میرم جلو و کم کم همه چی بهتون میگم. خب یعنی از اول حالا شروع نمیکنیم کنیم ترکوندن و این قضیه ها. یعنی کلا طرف رو بگیریم توی دو چارچوب بذاریم آره تو اینجوری کردی ببین اولیش رو با مودی شروع میکنن واکنشش رو بذارید من واسه اینجا باس کنم الان این مودی اکتیم نوشته ریاکشن کارا پول میگیرم ملتفه تحریم شده اوکی من میگم ریاکشن کارا پول میگیرم ملتفه دم تحریم شد بریم جلوتر حتا قرمز داره حتا قرمز اول پول گرفتن که از پول بگیرید ازش تعریف کنید این خطا این خط قرمزه آجی ببخشید اگه گفتم برینم بیام این خط قرمز خب برمیگردیم آقا من برگشتم این قطعه ریزی بود اومدم بریم جزی آر... یار... آرتیستی پول بگیرید ازش تعریف کنید این خط قرمز اول خب یعنی خط قرمز اول چون اینکه که یعنی آرتیستی پول بگیریم ازش تعریف کنید خط قرمز دوم توهین به نفر خب خط قرمز دوم شد توهین به اون آرتیست درسته که حالا شما داری از اون آرتیست ریاکشن میری کارش هم دوست نداری اوکی توهین نکنی به ببین نمیدونم چرا گارد دارن خیلی نسبت به همه چی مثلا اینکه الان مرتفت ری تو بیف گارد گرفتن داره گارد داره الان واقعا خب رید دیگه داره شاپور یه تنه مرتفت گایید مرتفت هیچ کسی هم بده جشت. این یارو شاپور کیه دوش طرفداری برای زمانی که بیفا واقعا مساوی باشن مثلا نتونید مثلا بیفه دوکیو کیو گاد فوری مثلا اینجور دقیقا مساوی بودن خیلی سخت یوتیوبر انتخاب می‌کرد این دیگه معلومه بازی دست پوری بود پوری شاپور گاید مثلا بی احترامی نمی‌کنم فوش نمی‌دم من فقط ننشه بعد آها این یارو که حالا کاری نرم چه شخصی الان داریم بهش ریاکت می‌دیم ببین ملتفت باگ اصلیش این بود که آقا داشت همه چو ردیف میکرد همه چو اوکی مثلا پیف بعد یه هوی مثلا وسط میگفت تو این تو وصل این وصل اون وصل بابا جمع کن کسه شراتون بابا حالا میگه نه پولی دنبال آشی هست بابا با اگه تو کار سیاسی پول بود سیاست اگه پول سیاسی خوندن اگه پول ساز بود فدایی شاپور رو بزنن تو هاشی اما سیاسیشون میخوندن پولیشون در بیان بودن تو بارو میمانا فر... ترک فراموش کار و فراموش کار چیه اون ترک فدایی بیشتر با شاپور بیشتر بیخوره یه علکی کدوم خدا کلی بیشتر خورده او جمع کنیم الکی پلکی کارشو پلک. دوست نداری اونجا بیا بگو کارشو دوست ندارم اینو من تو ویدیو قبلی هم گفتم بگو کارشو دوست ندارم اون آرتیسته هیچ کاری نمیتونه بکنه نمیتونه الکی استرایک بزنه کارشو دوست آج انگار آرتیست این آرتیست من اول همشون درجه یک ان چه بالا نمیگم همشون بدن گاد پوری یک کیپاپولوژیست یک همشون یکن ولی یه ذره زیادی خوان خود گادپوری هم حتی خیلی زیادی خواهه مثلا من سر یه موزیک ویدیو دو سه تا پاس کمتر زدم کپی رایت از چپون به به شرطی که نباید اصلا ریاکشن کارو کپی رایت ما ها نباشیم کی میخواد رپو گسترش مثلا اونا صد بار آهنگ بدن کی میخواد رپو گسترش بده تو میخوای گسترش بدی نه منظورم مودیاکتیو نیستم نه این گادپوری دارم میگم راحتی اصلا شاید بگی من از اولم کار فلانیو دوست نداشتم اوکیه خب دوست نداشی الان داری ریاکشن میری گوش میکنی شاید با تعصب داری ریاکشن آخه تعصب واسه رسانه معنی نداره ببین تعصب واسه یه فنه خب معنی که الان رسانه دارم تمام حاشیه های مارکتو دارم دنبال میکنم یه خبر ازش در بیارم اصلا نمیتونم متاسب باشم چون من پشت پرده همه چی خبر دارم با تعصب واسه یه رسانه اصلا معنی نداره داره نه به خدا اصلا این معنی داشته باشه واسه فن تعصب معنی داره نه واسه رسانه رسانه اصلا تعصب نه رسانه واقعیت رو باقی. بگه با طرفداری بکنه رسانه من زمان کسچر رسانه بیترم رسانه با طرفداری کنه آقا سر موضوع تطلی ما طرفتاری طرفداری کردم روک گفتم برید ویدیو قبلی ببینید چون فکر می‌کردم وقت با تطله. نمیدونم سر بیف سر این یارو یارو چی بود اسمش الهام الهام چرخنده کی آجی این یارو اسم خوبی داشت با پوتک میگفت من پوتک نمیدونم زنم این شوهر پوتکم هم. زنم هم پوتک. او قاطی کردم آجی سر این یارو یادم نمیاد اسمش همین که چند وقت پیش حاشیه ساز شد خب اومدم گفتم خب فلان ننت داری دروغ میگی خب چرا داری دروغ میگی چون ببین دیگه نمیتونم طرفداری سایت بندی نمیشه گرفت من واقعیت رو گفتم داشت شرف کس میگفت چند روز دیگه مشخص شو همه عکس و شاتش فیک ولی خب دوست نداری دیگه چکارت میشه کرد خیلی محترمانه اومدی گفتی دوست ندارم ولی نه اینکه فوش بود. بدی وقتی فوش میدی از اون خط قرمز رد شدی وقتی پول گرفتی از اون یکی تعریف کنی از اون خط قرمز رد شدی واقعا اینو آرتیستا به نرمال کنیم آرتیست ها به ریاکشن کارا باید پول بدن چون ریاکشن کارا از موزیک پولی در نمیارن زیاد خب به که سه تا موزیک روزی ریاکشن کنم بچه ریاکشن کردن واقعا کار سختی مید. من نصف این آرتیست های به خدا قسم همه رو دارم میگم تک تک رسانه های یوتیوب فارسی من میشناسم که موزیک رو دو هفته قبل آرتیست بهشون میده خب دو ساعت قبل آرتیست بهشون میده میشینن تحلیل میکنن میشینن فلا روش میشین می نویسن یه چی اضافه خود آرتیست میگه تازه میتونن ریاکشن کنن خدا و وکیل دارم اینو میگم بابا این پوله میخواد خدا شاده پول میخواد تو در درست زحمت بین کشم چقدر میگیره عیزه دل من توی کی میگید حرام ریاک از پول گرفتن ریاکشن کارا یعنی پول بده به ریاکشن کارا ببین یوتیوب به ازای هر هزار تا بازید یه دلار میده 25 هزار تومن میده چیه 25 هزار تومن الان تو برو هاشیار نگاه کن به ازای هر هزار تا بازی در دقیقه 6 7 دلار میده با چیزی در نمیاریم ما. هاشی مارکت خودمون رو نمیگم هاشی مثلا نمیدونم ارزو نمیدونم هزار تا گفت زهر مار دیگه ببین نرمال کنیم آرتیستا باید پول بدن باید حمایت کنن ریاکشن کارا چون داریم کارشون رو توسعه میدیم اینو به خدا قسم باید نرمالیزش کنیم نرمال بود بشه با یه چیز جا داده باشه تو مارکت چیه حرام چیه خطر چیه و خب بریم سر این قضیه کوکتل تی چی گفت هیچ کدوم از های استابلیش شده تا حالا پولی رو به من ندادن و یکی دو تاسف این نگید دمش پول جای تاسفه چقدر میگیره من گریه یک درسته خیلی خفنه بابا همه اینا خدا وکیل شما پشت سنه نیستید خیلی هزینه داره الان حالا ایشون که داخل خارج ما که داخل ایرانی دهنمون داره سرویس میشه سر فقط یه آپلو سر اینکه درآمد اون نصفش بهمون نمیرسه ما فکر کن آرتست هم نیاد آرتست که اصلا حمایت نمیکنم بابا من ده بار من با گاتپوری قبلا یعنی با, منیجر, با جفری منیجر حرف می زدم با جعفری منیجر حرف می زدم این همه من حرف زدم یه بار نیومدم بدون اطلاع قبلی یعنی بفرستم بدون اطلاع قبلی من اسکرین بگیرن, بگیرن. این ریاکشن رفته به تمایت کن چرا تو بچه‌ای که میشناسمشون و هیچ وقت داستان نبوده خیلی وقتا هم به من زنگ زدن راجع به ترکشون صحبت کردیم خیلی وقتا هم کار قبل از اینکه بیاد با هم صحبت کردیم و همون نظری که من دادم رو بودم اونجا هم گفتم و با هم این حرف رو زدیم اکثر آرتیستایی که با من حرف زدن و حالا این رابطه رو با هم داشتیم میتونم بیا راجع این صحبت بکنن یه نکته دیگه بابا خب بیا ببین صحب صحبت کردن نداره آرتیستای حمایتی از ریاکشن کار کارا نمیکنه عین حقیقت من ویدیو ساختم در مورد گاتپوری ویو خورد کپی خورد درآمدش رفت واسه پوری یه استوری نذاش یعنی گفتم پس به خاطر یه سری از بچه که حرفه‌ای کار نکردن و به عنوان نمونه اونجا بودن که با هر کسی رفیق میشن نظرشون 180 درجه میچرخه فکر میکنید که واسه همه هم این اتفاق هست ولی برای همه این اتفاق نیست درسته آرتیست ها قبل از اینکه با شما کانکت بشن حالا راست ببین های کوکتل تی واقعا دوست دارم چون حرف همه ریاکشن کارا ریاکشن کاری که میاد میگه نه داری کس شعری میگه اون دیگه چه کس شعری آجی میره نگاه میکنن شما بعضی از آرسوی اصلا فکرشونو رو نمی کنید اصلا فکرشون رو نمی کنی. سر اینی که یه سری از ریاکشن ها مثلا با کارشون حال کردن رفتن و باشون در ارتباط خب و مالی. یه کوچولو این خایمال پروریه تو بعضی از ها هست که اونی که زیاد خایمالی میکنن اینا مثلا میرن رفاقت خب کاری ندارم این طرف حمایت میکنه طرف خوشش میاد نگوش کانکت میشه بی خیال من اصلا این ویفم پوشش ندارم حقیقتش چون میگم من, من ریاکشن چیز در نمیارم اصلا این مدت سکوت کردم کلاً بعدا ببین پشت پرده رفارس فارس چجوری بهتون میگه از توالت توالت خونه هم کسی باشه انجام میدن اون تا یه حدی هست ولی توی یه حد خیلی گونده ای نیست بعضیا به این شکل هستن ولی این دلیل نمیشه که ما نظر خودمون رو نگیم میدونیم من همیشه هر جام نظرم گفتم مثلا زمان این کسایی که میگن تعصبی زمان راست میگه ببین حرفای کوکتل تی وی همش راسته و اونی که حالا بیف حسین و فدایی بود من اون موقع رو گفتم آقا به نظر من, من فدایی دیگه هر وقت هم ازم پرسیدن فدایی حسین فدایی زد فدایی زد اون ترکی فاتحش خوب بود بیل تال نگردم کیو شستون قوی تر بید. من اگر بود تعصبی باشم که رو حسین میشن چون حسین رپر قدیمی تریه که فن بیس سنگینی داره تعصب اونجا معنی میگیره خب بعضیا میان کامنت بزن. ببین این قضیه هم کلان من همینجا دیگه ویدیو رو تمام میکنم میگه حالا یعنی حرف اصلیش بچه ها این بود که من اگه بخوام طرفداری کنم میرم رو آرتیستی طرفداری میکنم میکنم از آرتیستی طرفداری میکنم قدیمی تاره مثلا اگه دوتا تا تو دو چهار با هم دیگه درگیر شدن چی با. کی میخوای طرفداری کنی؟ ببین طرفداری همیشه بر این اساسی که طرف گاد باشه ببین الان من خب یه مدت گفتم گاتپوری داخل چنل تلگرام همه انگ وصل بودن و نمیدونم انگ فلان بودن رو زدن به من خب چرا چون بعد ملتفه گفتم خب چرا این انگو به من زدن به خاطر اینکه ملتفه سیاسی میخونه بابا هنر نداره ملتفت دیگه خب بابا سیاسی خوندن که نمیشه هنر داداش من میشه هنر اگه میشد هنر این همه سیاسی خون حامد فرد الان واسه خودش حامد فرد بود بود یه هنرمند اندازه بود نه ببین مسائل سیاسی و قاطی بیف کردن پرونده سازیه پرونده سازی چیه پرونده سازی سر اینه که پوری عصبش خوت یه پانچ بزنه که تو ایران بوسش درد شه این میشه هاروم اسمش خودش شده به خدا اصلا پانچ و فکت و قوی بودن نیست به این میگن هاروم در روز روشن حالا جدی من به تو خوام نیست طرف بعدش بیاد به تو خوام نیست طرف فنش خوشش بیاد فنش نه قرآن من ملتفت رو اصلا دنبال نمی کنم یه زمان سورچیشکست تو ملتفت بود زمانی دنبال می کردم که سورچیشکست مجاهد نشده بود خب خدا شاده وقتی سورچیشکست اومد مجاهد شد رفت از ملتفت در اومد بیرون سگ دیگه ملتفت رو نگاه نکرد حالا تحصوبیه برخورد کنی شاده بگاه رفتن ملتفت هم ما هستیم من بعد کسی رو نمیخوام حقیقت رو دارم میگم این ترک تهران فدایی می خیلی دوست دارم. گوشم ببین قشنگش اونقدر سیاسیش نکرده ببین رپ یعنی سیاست رپ یعنی اعتراض بود کی بود 20 سال پیش بود 20 سال نه 10 سال پیش بود نمیدونم 7 سال پیش بود 6 سال پیش بود 6 سال پیش رپ به نام اعتراض می ساختن تو میخواد به چی اعتراض کنی اگه سیاست نباشه تمام شد رپ پس شل بگیرید عشق کنید که موزیکال که میاد خدا وکیلی صفا میده و من حال میکنم با این دوست دوستا که بازی ها تاسو بذارید کنار واقعیتو ببینید دیگه خلاص خیلی دوستتون دارم به امید آوای سرویس یه دقیقه رو دو تا, تا ویدیو می آخر میاد تا آخر نه یعنی دوتا ویدیو رو هم نگاه کن خیلی دوستتون دارم با امیده دیدار